مذاکرات اتمی بر سر برجام در وین روز دوشنبه هشتم آذر پس از شش ماه وقفه شروع شد آسوشیتد پرس گزارش داد هیئتی که از سوی ابراهیم رئیسی منصوب شده برای اولین بار به مذاکرات می پیوندد. رژیم ایران از آمریکا درخواست لغو انصداد ده میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده به عنوان یک حرکت حسن نیت کرده است علی باقری مذاکره کننده رژیم ایران اواخر روز یک شنبه به تلویزیون حکومتی ایران گفت ما نمی توانیم در حال حاضر یک چارچوب زمانی برای مدت مذاکرات را پیش بینی کنیم. رویترز در گزارش خود گفت مذاکرات هسته در وین در حالی از سر گرفته می شود که غرب سوال می کند آیا رژیم ایران جدی است یا در حال ایجاد است. رویترز افزود با توجه به اینکه رژیم تهران به مواضع سختگیرانه خود چسبیده است و قدرت‌های غربی به طور فزاینده‌ای ناامید شدند، امیدها برای دستیابی به موفقیت ضعیف به نظر می‌رسد. دیپلماتها ها میگویند زمان برای احیای این پیمان رو به پایان است. دیپلماتهای های غربی میگویند تیم مذاکره کننده جدید تهران خواسته هایی را مطرح کرده است که دیپلماتهای های آمریکایی و اروپایی آن را غیر واقعی میدانند. شکست در دستیابی به توافق همچنین می تواند واکنش اسرائیل را به همراه داشته باشد که گفته است گزینه های نظامی روی میز خواهد بود. میخایل اولیانوف نماینده روسیه گفت مذاکرات نمی توانند برای همیشه ادامه داشته باشند. نیاز آشکار برای تسریع روند وجود دارد. رویترز در گزارش دیگری نوشت نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل درباره بازخواهی اتمی رژیم ایران هشدار داد و گفت به رژیمی قاتل که به مردم به خاطر تشنگی گلوله شلیک می کند نباید پاداش داد وی گفت رژیم ایران با یک هدف روشن به مذاکرات در وین وارد خواهد شد پایان دادن به تحریم ها در ازای تقریبا هیچ بنت با اشاره به سرکوب داخلی توسط رژیم ایران گفت این رژیم مقاصد خود را پنهان نمی کند همین هفته رژیم ایران به مردم در خیابان های اصفهان که برای آب تظاهرات کرده بودند شلیک کرد بله به شهروندان فقط به خاطر آنکه تشنه اند شلیک می کند به چنین رژیم قاتلی نباید پاداش داد